تشییع پیکر مهندس شهید حسن شاطری در تهران. پیکر این شهید بزرگوار پس از تشییع به زادگاهش سمنان منتقل و فردا پس از اقامه نماز جمعه در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده می شود. گولی داشتیم، تقدیم به انقلاب کردیم، تقدیم به رهبر کردیم. ما افتخار میکنیم، برای ما افتخار هست که دیگرم بچه دیگرم داشته باشیم مثل اوی همچین گولی داشته باشیم، هدیه کنیم. حاجی یه دونه بود، حاجی تو تمام فامیل یه دونه بود. اخلاقش، محبتش، رفتارش، بزرگواریش، شجاعتش، مردمداریش، یعنی از هر کی که شما بپرسی الگو بود حاجی برای ما. ما این شهیدو تقدیم به امام زمان میکنیم، انشالله که بتونن رفیقاش راه شهاده ادامه بدن. مهندس شاطری، رئیس ستاد بازسازی ایران در لبنان، از رزماندگان 8 سال دفاع مقدس بود که در امور مهندسی جنگ، راهسازی و جاده سازی در مناطق جنگی فعالیت داشت. وی پس از جنگ تحمیلی نیز در افغانستان و سپس بعد از جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در جنوب این کشور، مسئولیت هیئت ایرانی بازسازی جنوب لبنان را بر عهده داشت. شهید شاطری روز سه‌شنبه به دست تروریست‌های مزدور رژیم صهیونیستی در جاده دمشق بیروت به شهادت رسید. چه اسمو؟ چه؟ آیا صاف؟ هيدا خب في طريق هون نزل صغيري كله معه. لا شفته شفته. ایشون خدمات بسیار ارزنده ای رو هم به ملت بزرگوار ایران و هم به مسلمانان جای دیگر مثل لبنان عرضه کرد. تمام وجودش رساندن خدمات به مردم نیازمند بود. واقعا نمونه ای بود از کسی که کسب رضای خدا برای او اولویت داشت. حسن شاطری، رئیس ستاد بازسازی ایران در لبنان، در بین دوستانش به مهندس حسام شهرت داشت، بازمانده از 8 سال دفاع مقدس. آمده بود تا بی ادعا تجربیاتش در حوزه‌های مهندسی جنگ را برای بازسازی ویرانه‌های جنگ 33 روزه در اختیار ملت مقاوم لبنان قرار دهد. نقش ما و حضور ما در لبنان بعد جنگ 33 روزه یک نقش هدایتی بود. مردمی که 33 روز آواره بودن، بعد 33 روزی که وقتی مواجه شدن به خونه‌هاشون تمام زیرساختاشون زده شده بود، از اون ور کمک‌هایی که دنیا کرده بود از طرف بعضی عوامل استکبار در اختیار مردم گذاشته نشد، داشت که بحران نارضایتی برای مردم ایجاد میشد. جمهوری اسلامی اومد موتور محرکه ای شد برای اینکه سایر کشورها را هم به عرصه بازسازی لبنان بکشونه. مهندس حسام که نقش بارزی در مدیریت بازسازی ویرانه‌های زاهیه و زیرساخت‌های جنوب لبنان بعد از جنگ 33 روزه داشت، در آستانه سالروز شهادت عماد مقنیه، فرمانده بزرگ مقاومت، به دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی با این ترور نشان داد که چقدر نگران آغاز بازسازی سوریه پس از برقراری آرامش در این کشور است.